فریاد بستگان خاطر مایل و عرش پسر 3 ساله اش که روز گذشته قربانی رویداد خونین در کابل شده. نزدیکان خاطرم میگویند که قرار بود وای تا 1 ماه دیگر دومین فرزندش را به دنیا آورد. شفاخانه امرجنسی رفتم. ما بالای پیش هر عضو از اونها زاری میکردم که مرا داخل ببانند. از ما هم طفلم است، هم خانم است. خانم با تکلیف داشت. اونا هر کدام هر گپ میزدند، میگفتند که ما طفلک در خودم پایین کردم. طفلک جور بود، نفس میکشید. خانمت به پای خود پایین شد. گفتم حد اقل ببانن، اگر طفل مجبور بوده باشه خب مادر خود به او حالت ببینه. بسیار صمیمی بودم روی ما، گفتم از بین میره ممی حالت که سرش آمده. اما ما چی میفهمیدم که طفل ما در بابین موتر شهید شده بود. هر شما در بابین موتر شهید شده بود. اما ما را نماندن داخل برم که حداقل نفسهای آخر خانم خود ببینم. خانم مزنده بود، نفس میکشید، جان خود را به شفاخانه بعد تسلیم کرد. خاطرم مایل کارمند وزارت معارف بود و در هنگام برگشت از وظیفه با پسرش قربانی انفجار بمب مغناطیسی شد که در موتر حاملشان جاگذاری شده بود. این رویداد روز دوشنبه حوالی 3:50 بعد از ظهر در منطقه دهن باغ زنانه در مربوطات حوزه دوم شهر کابل هنگام رخ داد که 1 موتر کاستر هدف انفجار ماین قرار گرفت. بر اثر این انفجار به شمول هرش 3 ساله و مادرش 2 تن دیگر کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس کابل 3 زن شامل قربانیان این حادثه اند که کارمندان وزارت های مخابرات، معارف و اطلاعات و فرهنگ بودند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.